بینندگان عزیز سلام مجدد خدمت شما، ممنونم که با ما هستید. امیدوارم به دنباله برنامه هم توجه کنید و با ما باشید. اگر پرسشی دارید حتما بپرسید از طریق تلفن، پیامگیر، از طریق ایمیل، از طریق تماس مستقیم با خود این دوستان و کامنت روی فیسبوک. خوشحالم که یک بار دیگر با خانم زهرا معینی، فعال حقوق بشر از انجمن زنان ایران از آلمان هستیم. ویدیوهای ایشون موجود هست در بایگانی تلویزیون مردم و بایگانی کانون آوا خط فاصله association.de. و امروز میخواییم که ایشون در رابطه با افشای برنامه ویدیوی 17 ژوئن در سایت وابسته به سازمان ایران افشاگر و فعالیت‌های دیگه‌ای که سازمان مجاهدین می‌کنه در رابطه با این افرادی که منشعب شدن و یا جدا شدن. سلام خدمت شما، خوش آمدید. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام خدمت شما آقای سوری و بینندگان مردم تیوی. بله، همینطوری که از این امروز من میخوام در این برنامه مطالبی رو با شما در میان بذارم که حرف امروز و دیروز من نیست، مال 20 سال گذشته است. در این برنامه من به مواردی اشاره میکنم که چه بسا دوباره از سوی فرقه این مورد حمله قرار بگیرم. تا جایم که وقت به من اجازه بده این ماهیت کاملا متضاد فرقه رو براتون روشن میکنم. فرقه رجبی اومده یه ویدئویی رو بیرون داده به اسم کودتای نافرجام 17 ژوئن، دستگیری مریم رجبی در سال 2003. ولی نمیدونم چه ربطی به الانی که 2014 داره. ما یه اکسیونی رو در 19 ژوئن 2014 در فرانسه انجام دادیم که برای اولین بار من و خانم همیرا محمد نژاد در اون اکسیون شرکت کردیم و همراه بچه های منتقد سازمان رفتیم. خیلی جالب و سازمان خیلی تجلیلی با عجله این کار رو کرد که هدفش هم این بود که من و این خانم محمد نژاد رو یه جوری به حاشیه برونه. من یه عکسی رو واسه تون فرستادم که من با خانم همیرا محمد نژاد و خانم سلطانی بودیم. من این عکس رو روی فیسبوک خودم گذاشتم، ولی مطالبی که نوشته بودن و میخوام شما اون عکس رو نشون بدید لطفا. بله، گوشی خدمتتون باشه. تا عکسی که روش هم نوشته بریده مزدوران خودفروخته. بله، بفرمایید، من این عکس رو نشون میدم. ببینید الان این من خودم این عکس رو چیز کنم، میخوان من بخونم بغلش رو که نوشته. ببینید چون بودها نه آوردمش. نوشته بریده مزدوران خودفروخته، اطلاعاتی که ابتدا از حزم رابعه ملاها و اطلاعات رد شدن، اینک در پاریس از حزم خامسه بورژوازی نیز عبور کرده و به فرموده ملاها جمع شدن تا شاید حلقه محاصره را در سوریه و عراق باز کنند. آنها هر موقع که ملاها در مخمصه قرار می گیرند به صحنه آورده می شوند تا شاید راه نفسی برایشون باز بشه. خب ببینید اینا من نمیدونم از کجا این همه اطلاعات رو آوردن، در صورتی که همون برنامه 27 ژوئن خودشون بالای چند میلیون دلار خرج کردن. ما خودمون میدونیم افرادی رو از اروپا، آمریکا، استرالیا، آفریقا، از همه جای دنیا بسیج کردن برای ویلپن پاریس. آقا هتل مجانی، پول اتوبوس مجانی، این مجانی، شام و نهار فقط شما برای 2 ساعت بیم. حالا باید روشن بشه که کی مزدوره، کی برای کی داره مزدوری میکنه. شما حتی حاضر نیستی. ما اومدیم یه اکسیونی رو گذاشتیم، خیلی خیلی نه فوش توش بوده نه چیز، ما اومدیم انتقاد خودمون رو کردیم، اومدیم واسه
این تهمت ها رو به ما میزنن؟ اصلا حلقه محاصره تو سوریه به ما چه ربطی داره؟ ما اومدیم میگیم آقا 2700 نفر تو لیبرتی هم. به جای این خرج و ورش هایی که الان شما دارید واسه ویلپن پاریس میکنید، این 2700 نفر رو به فریادشون برسید. اون موقع ما رو در این چیز قرار میدن، مزدوری. اگه مزدوری اینه که صدای ما بخواد بر علیه اینا باشه، چقدر خوبه که ما داریم این کار رو میکنیم. ما داریم میگیم آقا جون 2700 نفر در خطره، 2700 نفر به دارو احتیاج دارن، به مواد غذایی، به پوشاک، به امنیت، از همه مهمتر امنیت. اگه این حرف بدیه که ما زدیم، پس دیگه نباید اسمشو گذاشت چیز حقوق بشر، نباید اسمشو نمیدونم چرا خانم رجوی این همه آدم از این ور اون ور که میاره، مزدور نیست، فقط ما مزدوریم این وسط. تو واقعا میترسه از این که بخواد یه چیزی برملا بشه این وسط. که من میگم این چیز اومده و خیلی سریع یه دونه ویدیو درست کرده این وسط که اینا خیلی به خاطر افشاگریایی که کردیم خیلی ترسیدن. نمیدونم، خواستم یه جوری ما رو کوچیک نشون بدن که اینا خیلی کوچیکن، اصلا مهم نیستن. که توی این ویدیو اومده، من براتون میخونم، بعد ازتون خواهش میکنم که اون ویدیو رو پخش کنید. بر اساس تفکرات خودش اینا رو نوشته و طبق گفته های خودشون بسیاری از آنها هرگز عضو مجاهدین نبوده و به این سازمان پناه آوردن و یا به دلایل خانوادگی مدتی را در کنار مجاهدین زندگی میکردن و پس از ترک قرارگاه های مجاهدین گشتاپوی آخوندی آنها را به استخدام خود درآورده و برای پیگیری مأموریت‌های محوله به خارج کشور فرستاده. بخش قابل توجهی از این مزدوران در فاصله های 1365 تا 1375 یعنی 18 تا 28 سال پیش از صفوف مجاهدین اخراج شدند. حالا شما لطف کنید که اون ویدیو رو بذارید. بله، اجازه بدین، این ویدیو حدود 4-5 دقیقه است. دوستان عزیز بریم با هم توجه کنیم، این ویدیو رو ببینیم و باز برنامه رو با خانم زهرا معین. به این ترتیب رژیم آخوندی در فاز سرنگونی به ناچار مزدورانی را که تاکنون می‌خواست به عنوان اپوزیسیون غالب کند به چنین موضع‌گیری رسوایی کشنده که به آشکارترین صورت ماهیت واقعی آنها را به عنوان مشتی مزدور جیره‌خوار بی‌مقدار گشتاپوی آخوندی برملا می‌کند. شماری از مزدوران مانند علی قشقاقی، حسن خلج، بتول ابراهیمی و عباس صادقی نژاد از ابتدا با مأموریت نفوذ در صفوف مجاهدین به منطقه مرزی رفته و پس از لو رفتن مأموریتشان قرارگاه‌های مجاهدین را ترک کرده و یا اخراج شدند. آنها در اولین فرصت خود را به اربابانشان در وزارت اطلاعات در تهران رسانده و پس از دریافت مأموریت جدید بر ضد مجاهدین و مقاومت به کشورهای اروپایی اعزام شدند. تعداد دیگری از آنها مانند ادهم طیبی، میلاد آریایی، امیر موثقی، ترومادوریان و علیرضا میرسکری پس از اینکه قرارگاه‌های مجاهدین را ترک کرده یا با سرقت خودرو و سلاح گریختند خود را به رژیم تسلیم کرده و به خدمت وزارت اطلاعات درآمدند و پس از کسب اعتماد رژیم آخوندی برای اجرای مأموریت به اروپا گسیل شدند. برخی دیگر مانند محمد کرمی، بهزاد علی شاهی، احسان بیدی، بتول سلطانی، حسن پیرانسر، علی جهانی، مجید روحی، عادل اعظمی، میرباقر صداقی، مهدی نیکبخت و غفور فتاحیان پس از رفتن به نزد نیروهای آمریکایی در تیف یا تسلیم به نیروهای عراقی و رفتن به هتل مهاجر به استخدام وزارت اطلاعات درآمده
و سپس برای توجیه و آموزش به ایران منتقل شدند و با پاسپورت هایی که توسط وزارت اطلاعات صادر شده برای جاسوسی، شکنجه روانی و یا اهداف عملیاتی مجدداً به عراق و یا کشورهای اروپایی منتقل شدند. پیش از این مقاومت ایران کپی پاسپورت های برخی از آنها مانند احسان بیدی و بتول سلطانی را منتشر کرده است. بسیاری دیگر هرگز عضو مجاهدین نبوده و به این سازمان پناه آورده و یا به دلایل خانوادگی مدتی در کنار مجاهدین زندگی می کردند و پس از ترک قرارگاه های مجاهدین گشتاپوی آخوندی آنها را به استخدام خود درآورده و برای پیگیری مأموریت های محوله به خارج کشور فرستاده است. بخش قابل توجهی از این مزدوران در فاصله سالهای 1365 تا 1375 یعنی 18 تا 28 سال پیش از صفوف مجاهدین اخراج شدند. مزدوران علی اکبر راستگو سال 1365، مسعود جابانی سال 1365، میترا یوسفی سال 1372، کریم حقی سال 1372، فرزاد فرزینفر سال 1371، حسن عزیزی سال 1370، زهرا معینی کروکندی سال 1372، همیرا محمد نژاد چابوشی سال 1373 و مسعود خدابنده سال 1375 در این شمارند. سابقه مزدوری شمار قابل توجهی از این عناصر من جمله راستگو، خدابنده، کریم حقی و جاوانی طولانی است. علی اکبر راستگو که در مأموریت‌های محوله از اسامی بهمن و دکتر بهمنیار هم استفاده می کند و جز چند ماه در سال 1365 هیچگاه نزد مجاهدین نبوده، از سال 1373 در ارتباط با سفارت رژیم در آلمان قرار گرفته و به استخدام اطلاعات آخوندی در آمد و جزئیات مزدوریش بارها از سوی مقاومت ایران فاش شده است. در 24 تیر 1387 مجله آلمانی اشپیگل خبر دستگیری این مزدور در بغداد را که برای جاسوسی علیه مجاهدین به عراق رفته بود منتشر کرده. خب بینندگان عزیز، این ویدیو رو دیدید و تلاشی که این گوینده مبارز میکنه که به این دوستان تهمت و توهین. و من پرسیدم از خانم معینی واقعا هدف اینا چیه؟ آیا به این وسیله فکر میکنن دارن با آخوندا مبارزه میکنن؟ با هر کدوم از این برنامه ها 10 تا آخوند از بین میره، کیلومترها از سرزمین ایران جلو میرن، هزاران نفر با هر کدوم از برنامه ها به اینها میپیوندن. خانم معینی لطف کنید یه مقدار توضیح بدید که چه هدفی از این ویدیوها دارن و اصلا این رسم بوده در قدیمم توی سازمان که این کارا رو انجام بدن یا نه؟ من ساکت میشم، شما لطف کنید صحبت کنید، بفرم. هدفش تنها هدفی که سازمان از این ویدیوها داره فقط به خاطر همون 2700 نفری که الان در لیبرتی هستن. خب قبلا هم ما شاهد بودیم زمانی کسایی که وارد اشرف می شدن اینا از ارتباط با خارج قطع می شدن. یعنی ببینید به خود ما هم همینو می گفتن، خانواده دشمنه، پدر مادر از وزارت اطلاعات اومده، همه مزدور بودن این وسط، همه، یعنی از بچه شکاره مزدور می شود تا پیرمرد 70-80 ساله، یعنی وسط نداشت. میگفت اگه کسی با منه تو این قرارگاه اشرفه، اگر بیرون از این قرارگاه باشه مزدوره. یعنی الان هم ذهن این بچه ها رو مثلا با نشون دادن این فیلم ببینید از خانواده خود من، از فامیل من 5-6 نفر هستن که الان توی لیبرتی هم. خب اینا تحت این شرایط این ویدیو فکر میکنم که بابا دختر عموی ما یا دختر خاله ما عجب فلانی شده. بابا 2003 مریم رجوی دستگیر شده،
آقای سوگی 2003 پسر من 2 سالش بوده، من اصلا با سازمان ارتباطی نداشتم، نه بر علیه سازمان حرف زدم، نه کاری کردم، بچه من 2 سالش بوده. حتما اینا اصلا واژه ها رو نمیدونن چیه. بابا کودتا زمانی رخ میده که شما بیاین یه کشف حقیقتی رو بکنین یا یه اتفاق دیگه بیفته. آخه وقتی مریم رجوی رو گرفتن 11 میلیون پول تو کشوی میزش بوده، نکنه ما منتقدین رفتیم مثلا این نوع گذاشتیمون تو، بعد رفتیم به سیستم امنیت فرانسه گفتیم اینا کشف حقیقت شده، این شده کودتای نافرجام. اصلا چه ربطی داره 2014 2003 و 2014؟ اینا همیشه دوست دارن وارونه جلوه بدن اون واقعیت ها رو، میخوان از همون سوالات فرار کنن. ببینید اینا برگشتن در رابطه با مثلا 10-15 نفری که اسم بردن، واقعا شرم بر مسعود و مریم، واقعا شرم باشه براشون باشه. آخه ببینید من خودم یک قربانیم این وسط، من خودم یک قربانیم. اینا یعنی من نمیدونم برای چی دارن این کارو میکنن. یادشون رفته چه بلایی سر من آوردن. بابا من تازه 4 ماه ازدواج کرده بودم، به من گفتن، همسر من برگشته به من میگه که ما داریم میریم ماه عسل. ماه عسل من سر از پاکستان در آورده. اولین کاری که میکنه همسر من تو خود ایران، منو مقابل پدر مادرم قرار میده، میگه این دروغ داره میگه، این ما داریم میریم ماه عسل. اینم بلیت اتوبوس، بلیت ما که داریم میریم جنوب، از جنوب میریم چه میدونم مشهد، از مشهد برمیگردیم تهران. وقتی هم که من به پاکستان رسیدم، اونا به من پیشنهاد دادن که من برگردم. سال 66 من کجا برگردم؟ مگه من ازدواج کرده بودم که برگردم؟ یعنی من 29 آبان 65 ازدواج کردم، 3 فروردین 66 از تهران اومدم بیرون، اومدم تا رسیدم به پاکستان، یعنی اردیبهشت بود. این مدت من تو راه بودم یا تو زندانی که توسط قاچاقچی ها برای ما در نظر گرفته بودن بودیم، یا تو راه بودیم تا ما به این مسیرمون رسیدیم. بعد توی پاکستان به من پیشنهاد میدن که برگردم ایران. همسر منم برمیگرده میگه خر من، ببخشید خر منم از پل گذشته. خب من بهش گفتم ببین تو توی جهنمم بری، من باهات میام، من برگردم ایران چیکار کنم؟ خب اونا خودشون میدونستن اگه من بپذیرم که برگردم، چون 1 ساعت ببینید 1 ساعت من توی اون پایگاه بودم، پس از نظر اونا من میتونم اون 1 ساعت کلی اطلاعات داشته باشم، یا اونا منو میکشن یا کاری میکنن که من در مرز ایران و پاکستان گرفتار بشم. خب سر از ناکجا آباد دارم، بعدن چی میشه؟ عکس منی که کشته شده میشه قاب عکس اینا، خواهر مجاهد بد میشه. از این میترسن که بیان بگن آقا این خانم خودش از سرسپردگان رهبریش بوده. از این میترسن بیان بگن آقا این خانم در رابطه با خیلی از عملیات ها شرکت داشته. برای این تا مثلا بعد از عملیات مرواری، خب اون رژه به اصطلاح بزرگ که هر کدوم ما تو 3-4 نقش بازی کردیم که اینجوری موج نشون بده که مثلا ببین چقدر ارتش بزرگ، ارتش برابر یک کشوره. خب دروغا از همون جا بارز و آشکار شد. نمیدونم بعد از اون رژه ارتش آزادی بخش بود که به من رده چیز به من دادن، رده فرمانده دستی به من دادن، مال مکانیزه بودم. بعد از اون خب چون جنگی نمیشد، به همون گفتن که رهبری دیپرسیون گرفته و باید ما یک کاری کنیم که اینا از اون دیپرسیون در آن چکار کنیم. آقا رقصهای محلی رو آوردن، رقصهای محلی رو آوردن، اونم با پارچه هایی که نمیدونم از ابریشم بود، که خب بعد تو بعضی هاشون هم خود مسعود و مریم هم بودن که برقصید.
اولین کاری هم که کردن از سر ماها رو سریامونو برداشتن. منی که مثلا تا دیروز به خاطر موم بیخوابی میکشیدم، الان به خاطر مسعود چون رهبر عقیدتی می باید رو سر مو بردارم. و واقعا میترسن از اینکه بعد از اون رقص منو رفتیم قرار مقر رهبری باقرزاده، یه قرارگاه 2x2 کیلومتر که اصلا اون مقر با اشرف بسیار بسیار فرق میکرد، به لحاظ غذاییش، به لحاظ درختکاریش، به لحاظ ساختموناش. اصلا فکر نمیکردی اون مقر توی صحرای بغداد هست، مثل اشرف نبود. یعنی واقعا من عشق میکردم وقتی به هم میگفتن که برو توی برج نگهبانی بده، چون انگار که وارد برج کنترل فرودگاه شدی. شیشه ها رفلکس بود، برق روشن بود، قهوه، چایی، چه میدم شیرینی، همه چی اونجا بود. یعنی ترس نداشتی که یکی گوله بهت میزنه، چون ضد گلوله بود اون شیشه ها. قشنگ هر اتفاقی هم میافتاد میتونستی سریع با تلفن. ولی تو اشرف این مسئله نبود. تو اشرف هر روز بعد میدیدیم سیم خاردارا باز شده، بعد میرفتیم دنبال این که آقا کی اومده این سیم خاردارا رو چیز کرده. بعدم یادشون زمانی که مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور مقاومت پذیرفته میشه، اون موقع من تو مقر رهبری بودم که فردای اون روز به من میگن برو قرارگاه اشرف کدامن تو بیار. بعدا متوجه شدم که آقا من با تیم حفاظت ایشون دارم از عراق میام بیرون برای میریم پاریس. اینا اگه راست میگن، اگه میگن که منو دولت ایران آورده اینجا، آخه دولت ایران به همون یک ساعت اطلاعات من در سال 72 احتیاج داشت، برای چی منو با خط برداره بیاره اروپا؟ حالا براتون نشون، برای چی باید، چرا اینا میترسن میگن من ازشون میخوام؟ ببینید فیلمش هست، فیلم این که من و مریم رجوی وارد سالن اوورسورواز شدیم، به خاطر این که من اول وارد میشم، پشت سر من مریم وارد میشه، برای اون آدمای شورایی ضیافتی در نظر گرفته بود که خیلی بروز و به پاشم داشت. که بعد از چند یه مدت هم به من برگشتن گفتن که تو به خاطر اینکه دستت اینجوریه بری تو کار مالی اجتماعی، بهتر بهت پول میدن. که من به آلمان اومدم و اونا بعد از این مدتی منو به اداره خارجی توی کلن آلمان معرفی کردن، که برای من اینا یه دونه کیس نوشتن. شما میشه اون کیس رو نشون بدید؟ بله اجازه بدید من سه صفحه است به چهار تا است، یعنی سه صفحهش که آلمانیه، منم ترجمه شده اون سه تا صفحه رو دارم که میخوام براتون اونو بخونم. اجازه بدیم ما برای دوستان بگیم که این بالای این نوشته نوشته کیس پناهندگی که سازمان برای من درست کرده بود. این رو برای شما... من زهرا معینی. بله بله این رو شما با فارسی نوشتید ولی بله بله دارم نشون میدم، بفرمایید. توی این سه تا کیسی که مثلا سازمان برای من نوشته و به آلمانی هم هست، من اینو به فارسی ترجمه کردم براتون میخونم. نام من زهرا معینی می باشه، در تاریخ 26 می 67 در تهران متولد شدم. مدرسه ام رو در تهران به پایان رساندم. در سال 1978 هنگامی که هنوز به مدرسه می رفتم قیام علیه رژیم شاه شروع شده بود و منم در این قیام شرکت کردم. بعد از انقلاب با سازمان مجاهدین و که رهبرش مسعود رجوی بود آشنا شدم. فعالیت‌هایم را با گوش دادن به سخنان آقای رجوی شروع کردم. آن زمان در کنار فعالیت‌های سیاسی هنوز به مدرسه می‌رفتم. فعالیت‌های سیاسی هم عبارت بودن از شرکت در میتینگ‌های مجاهدین، توزیع نشریه مجاهد، جمع‌آوری کمک‌های مالی و حمایت مالی از سازمان.
همچنین سعی میکنم تظاهرات هواداران رژیم را به هم بزنم. به خاطر موارد بالا کاملا برای رژیم شناخته شده بودم. در حقیقت کل خانواده من فعال سیاسی بودند و زندانی سیاسی زمان شاه و خمینی بودند. عمه، عمو، پسر عمو، دختر عموهایم همه زندانی سیاسی بودند. آنها مورد شکنجه قرار گرفتند و سه تن از آنها توسط رژیم خمینی کشته شدند که اسامیشون هم گذاشته بودند که خودم اسم انتخاب کنم چی باشه. در سال 1986 با یک هوادار سازمان مجاهدین ازدواج کردم تا بتوانیم به فعالیت‌ها ادامه بدهیم. 10 روز بعد دستگیر شدیم. در همون ماشینی که ما رو به زندان منتقل می‌کردن شکنجه من شروع شد. منو به شدت کتک خوردم. من 10 ماه تمام در سلول انفرادی بودم. من نمی‌دونستم به چه دلیلی دستگیر شده بودم. از شوهرم هم هیچ خبری نداشتم. بعد از 10 ماه زندان محاکمه من شروع شد. در دادگاهی که چند دقیقه بیشتر طول نکشید به 5 ماه که اشتباه این 5 ماه منظورش 5 سال بوده محاکمه شدم. دو سال و نیم تمام مورد شکنجه مستمر قرار گرفتم که آثار این شکنجه هنوز روی تمام بدن من قابل مشاهده می باشه. 10 ماه بعد از داد با توانستم با خانواده‌ام ملاقات داشته باشم، ولی طبیعتاً نمیتونستم با حضور پاسداران راحت صحبت کنم. در سال 1988 بعد از انجام عملیات فروغ جاویدان و بعد از کوشش فراوان خانواده‌ام، به خصوص پس از موضع‌گیری منتظبی معاون خمینی در سیستم ولایت فقیه بر علیه اعدام‌های خودسرانه که باعث برهمریختگی زندان‌ها شد، خانواده‌ام پول فراوانی پرداخته و مرا از زندان بیرون آوردن. با این شرط که هر هفته 1 بار خودم رو به کمیته محل معرفی کنم و شهادت بدم که با کسی ملاقات نکردم و هیچ رابطه‌ای با مجاهدین ندارم. من آرام آرام بدون اینکه رژیم بفهمه فعالیت‌های سیاسی‌ام رو شروع کردم و بعد از مدتی در اصفهان ادامه دادم. مدت‌ها بعد پس از انجام عملیات مروارید فعالیت‌هام تشدیدتر شدن، اما اخبار این عملیات رو پخش کردیم و شادی فراوانی ایجاد کردیم. در عرض این مدت همیشه ارتباط با سازمان داشتم و سه هسته مقاومت رو تحت حمایت خودم داشتم. در ماه آگوست 1993 اعضای شورای رهبری معرفی شدن. همه این اعضا زن بودن. مسلماً این مسئله برای رژیم خمینی ضربه بزرگی. مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور دموکراتیک اسلامی انتخاب شد. به من اطلاع داده شد که من به عنوان عضو شورای رهبری انتخاب شدم. به همین دلیل تصمیم گرفتم با وجود همه مشکلات ایران رو ترک کرده و به پاکستان برم. خب ببینید، این کیسیه که مجاهدین واسه من درست کردن. از یه طرف دارن میگن که رژیم ایران من آورده اینجا. من الان حرفم با رژیم ایران نیست، چون اون در حیطه من نیست که بخوام قضاوتش کنم. من همچنان مرزم رو باهاش حفظ کردم. آخه رژیم ایران میاره این مزخرفات رو بخواد برای من بنویسه بر علیه خودش؟ آخه این کیسیه که اینا دادن برای من. آقا میگن که من رژیم آورده. آخه دروغ گفتنم حد داره؟ یعنی اصلا آدم میمونه از این همه پرت و پلاگویی‌های اینا، آدم از این میمونه که ببین اینا حتی خودشون را هم باور ندارن. بابا من تا دیروز نفر سرسپرده شما بودم. اگه به هم میگفتید بمیر، میگفتم من دیشب مردم. اگه میگفتید بمون، گفتم تازه به دنیا آمدم. اینو خواستم، یعنی این آگاهی رو به مردم بدم که ببینید اینا به خودشون، به چشمای خودشون اعتبار ندارن. دیگه چه برسه به من که سلامتیمو گذاشتم. حالا خب درسته دوباره تشکیل خانواده دادم، اون جوونیمو گذاشتم، ولی برای اینا ببینید اون بلایی که سر مسعود دلیلی آوردن سر تک به تک افراد میارن. همین الان اگر مهدی ابریشمچی بیاد بیرون، اونم میشه مزدور، اونم مزدوره به ثانیه. فرقی براش نداره که 40 سال مبارزه کرده یا
یک ماه یا یک سال، اصلا براشون وسطی وجود نداره، چون خودشون مرزشون رو حفظ نکردن. برای چی جنگیدن؟ واقعا ما فقط میرسیم به همون سوالات آقای مصداقی. برای چی جنگیدن؟ واسه هیچی. این همه کشته شدن واسه هیچی. یعنی واقعا آدم وقتی که وامیسته از دور نگاه میکنه اینا رو، میبینی که بابا اینا اصلا هدفی ندارن، هدف فقط کشته شدنه، هدف اینا فقط کشته شدنه. اینه که خب منم ببینید بلایی که سر من، یعنی واقعا ترسیدن از این که بخوان بگن چی کار کردیم که این خانم رفت پیش پلیس. نمیان بگن، حاضر بودن که منو پلیس آلمان، چون من دستگیری داشتم توی سوئد و پلیس آلمان منو وقتی تحویل گرفت، پناهندگی منو گرفت ازم، گفت باید برگردی. من ترک خاک داشتم، یعنی اگه من آلمان رو ترک میکردم تو اروپا نمیتونستم بمونم و مجاهدین داشتن منو برمیگردوندن عراق، داشتن منو برمیگردوندن. که خب خیلی به موقع مادر من آلمان اومد و من از اونا واقعا فرار کردم. خیلی اینا حاضر بودن دولت آلمان منو به ایران برگردونه، تحویل بده، اعدام بشم، ولی حرف نزنم. چرا؟ یعنی واقعا من میمونم چرا؟ به چه قیمتی؟ اصلا آدم ها واقعا شرمندم برای مسعود و مریم و سران این فرقه، ملت ایران، مردم، این همه آدم های همه اندک آدم های به اندازه یه پشه برای اینا ارزش ندارن، به اندازه یه پشه. یکی از این چیزا برای من یه نامه فرستاده، بعدن براتون این نامه رو میخونم. شما آقای سربی یه دونه چیز ببینید کدومه، بعد یه لحظه ببخشید من باید اینا رو چیز کنم. اینها اینجا با شماره هست؟ بله شماره، یعنی شما میتونید الان شماره دو رو نشون بدید، شماره دو زمان بعد از اون کیس. بله. شماره دوه که به من کارت پناهندگی اولیه داده میشه. الان شماره دو رو دارم نشون میدم. بله. که نوشته که ببینید شماره دو، من با یه خط قرمز روی چیز گذاشتم اون پایین. بله بله درسته. بله بله. اونجا وضعیت تأهلی منه، یعنی من متأهلم، مجردم. اونجا برای من نوشته که من چی میگن، زن شوهر مرده، بیوه. بیوه هستی، شما بیوه هستی. بله. این ببینید توی سیستم اینا برای من اینو دادن. بعد شماره سه، عکس شماره سه، یعنی بعد از اینترویو که کردن از من، یعنی قبولی اول که به من دادن، این چیز رو، این کارت شناسایی رو به من دادن که با اون خیلی فرق میکرد. بله این شماره سه رو دارم الان نشون میدم که تاریخ 24 فوریه 1994. بله. شماره بعدیش که پشت همین سنده، یعنی یعنی پشت کارت هست. بله بله. شناسه پشت روشه. بله بله. بعد شما یه دونه بعدش یه دونه نقشه هست. بله این نقشه هم نشون میده. ببینید این نقشه اونجایی که من قرمز کردم نوشته شهر ترویزدورف، یه شهر، یه دونه از شهر کوچیک مال نورد وستفالنه. بله. رگیون کل، کل اون بالا
بنش پایین این وسطه. این نقشه شهریه که من توش به نسبت کلنم خیلی کوچیکه، میشه بگیم مثلا یک هشتمه اونه. نه منظورم این، من توی این استان تقسیم شدم، تو اون شهر رفتم، تو اون دهات مثلا رفتم و در محدوده 30 کیلومتر، در شعاع 30 کیلومتر من میتونستم برم. یه نقشه دیگه هست، روی اون نقشه میبینید که نمونه امضای من هست، روش نوشته نمونه امضای زهرا. من وقتی خواستم، چون اینا سنده اصلی بود، من نخواستم بمونه تو خونه، ازشون کپی گرفتم و برگردونم سر جاش. به خاطر همین اول من این نمونه امضا رو گذاشتم بالا که شما نقشه کامل رو ببینید، بعد اون شکلیه که مثلا سازمان گذاشته بود. این نمونه امضای منو گذاشتن اینجا که بتونن سند جعل کنن، نمیدونم چیزایی که خودشون میدونستن، اسناد جعل کنن با این امضا. بعد چیز بعدیش، شماره بعدیش هست، گزارش آخرین وضعیت حقوقی من، یعنی آخرین وضعیت حقوقی زهرا معینی، که اون پایینش نوشته 9/3/94 با گزارش دهنده باقر، طبق یک نامه خود را حضوراً به اداره خارجان شهر تورزوف معرفی کرد و در یه دونه مونده با آخرش هم نوشته که در سوئد دستگیر شده و به آلمان برگشت داده شده. تاریخ این بالا یه دو هفته اشتباهه. بله، اینجا نوشته در کشور سوئد دستگیر و به آلمان برگشت داده شده و در این تاریخ رو... به آلمان رسیده. تاریخ بله. اینجا رو میگم اشتباه. 7/3/94. یه سوالی، شما گفتید اینا رو برای اینکه تو منزل نباشه کپی کردید و برگردون، این کاغذ ها کجاست؟ اینا جز مدارک مجاهدین هست؟ من زمانی که از سازمان اومدم بیرون، به اینا گفتم، خب من که نمیدونستم چه بلایی سرم اومده، من هیچی نمیدونستم، به من نگفته بودن که دولت ترک خاک بهت داده و تو الان مثلا سیاه دارید تو آلمان زندگی میکنید. آها، یعنی اقامت شما دیگه باطل شده بوده. اقامت منو گرفت دولت آلمان، گفت چون قانون منو زیر پا گذاشتی، تو باید توی یه کشور دیگه، توی یه ایالت دیگه، نه توی یه کشور دیگه منو دستگیر کردن. یعنی ببینید آلمان و سوئد یه فاصله دریایی داره. خب میگه تو اگه هر مشکل داشتی میتونی یه ایالت دیگه بری، نه اینکه کشورتو عوض کنی. میدونید من چون نمیدونستم، اینا این پرونده رو به من دادن. پرونده خیلی چیزای دیگه هم داره ولی به درد الان اینا میخورد. من سازمان اینو به من داد، بعدم روش چون اونو داشت و من نمیدونستم که جریان چیه، اومدم به خاطر همین یه نفر خوند، گفت خانم شما تنها رایی که میتونید بکنید یه ازدواج بکنید، ازدواج سوری بکنید که نخواهی خاک رو ترک کنید چون شما ترک دارید. که بعد من اومدم ماجرا رو با پلیس در میان گذاشتم و این چیزا مال اون زمانه و من این مدارک رو توی خونه نگه نمیدارم. خانم معینی، این مثلا اینجا نوشته گزارش دهنده پری باقر، پری باقر، اینا کیا هستن؟ مسئولین شما بودن؟ نه، اینا کسایی هستن که رابطن بین مثلا اداره خارجی ها، کسایی که کارای دفتری میکنن. آها، کارای دفتری میکنن برای مجاهدین. کارای دفتری میکنن و زبانم خیلی پرفکت بلده. آها، اینا تقریبا کار مترجمی رو انجام میدن؟ مترجمی رو بله انجام میدادن. بعد اینا کسایی هم که میامدن میگفتن خیلی خوب این آخرین مثلا این اتفاق افتاده براش، تو سوئد دستگیر شده، نمیدونم این شده، ببینید آخرین این چیزی که حتی چیز دادگارم برای من نیوردن دیگه، اینجا میگم این یه سری ناقصی ها داره یا نداره من دیگه نمیدونم. این عین همونیه که به من دادن دیگه، من دیگه نمیدونم طبق همین گفته ها هم
یکی از دوستان قبلا در این مورد صحبت کرده بود که مجاهدین افرادی رو دارن که به عنوان مترجم میان کمک میکنن به اونایی که احتیاج دارن، ولی حقیقتا اون وظیفه مترجم قسم خورده رو انجام نمیدن. نه، هر چیزی که خودشون اون دوست دارن. بله. نه اون نیست. بله. خب بفرمایید. اینا ببینه، همین الان من یکی دو مورد رو اشاره کردم، اینا گفتن که رژیم منو آورده، اینا گفتن که خب برای نمیدونم گوشتاپوی آخوندی و این چیزایی که خودشون میدونن، من نمیدونم. ببینید خانم سلطانی هم یه اشاره کرد که چجوری توی سازمان چجوری آدم ها رو له میکنن. چند وقت پیش یکی از این بچه ها اومده بیرون، برای من یک نامه ای فرستاده. من این نامه رو براتون میخونم. ببینید همسر سابق منو مسعود رجوی چجوری لهش کرده. خانم مونی، مطالبی بود که خواستم با شما در میون بگذارم، اما به دلایلی اسمی از من نبرید لطفاً، اما اگه لازم شد میام و موضع‌گیری میکنم. خانم مونی، قبل از اینکه مطالبم رو بنویسم از شما باید عذرخواهی کنم از اینکه مجبورم از بعضی از جملات استفاده کنم که آن جملات برازنده مریم، فهیمه، اربانی، مشکان و است، چون که در آن زمان ما شما را نمیشناختیم و مجبور بودیم که ما هم در آن نشست حضور داشته باشیم و بعضی از چیزها را بشنویم. یادم میاد در سال 1996 بود، رده من در آن زمان ام او بود و از قسم خوردگان و گوهران بیبدیل دستگاه رجوی بودم. نشست تشکیل شد که در آن نشست جمعی از ام او، ام اس، اس تی، مثل عباس داوری، مهدی ابریشمچی، احمد واقف و تمام شورای رهبری در اون حضور داشت. مسعود رجوی که معلوم بود از چیزی خیلی ناراحت است وارد شد و روی سن بالا و پایین می شد و تون تون سیگار می کشید و همگی ما تعجب کرده بودیم که چه اتفاقی افتاده. همه به هم نگاه می کردیم و کسی جرأت نمی کرد که سوال کنه چی شده، چرا مسعود اینطوری می کنه و همه رو مورد غضب قرار داده. یک سکوت عجیبی اونجا حکم فرما شد. مسعود رجوی خواست که محمد حسن بهشتی بیاد پای میکروفون. وقتی اون اومد پای میکروفون از او سوال کرد، اون افریته ملعون و استفراغ خوش شده یعنی من رو چه کارش کردی؟ در جواب اون هم گفت که طلاقش دادم و کاری با اون ندارم و نمیدونم هم کجاست و چی کار میکنه. مسعود دهان کثیفش رو باز کرد، بدترین القاب رو شروع کرد به شما دادن، فوشایی میداد که فقط در چاله میدونهای اون پایین شهر پیدا میشد. اینقدر زشت بود که ما مردها وحشت کردیم و رفتیم زیر میز قایم شدیم. شما که اونجا نبودید، خطابش به همسر سابق شما بود و زهرش رو به شما میزد. در اون نشست داشت اون تینت حیوانی خودش رو بروز میداد، طوری از شما و کارهاتون سوخته بود که حد نداشت. همسر سابق شما که هاج و واج مانده بود و با همون تعجب در پای میکروفون خشکش زده شده بود، مسعود رو که به همسر سابق شما و ادامه داد که اون افریته ملعون دم در آورده و داره دم تکون میده، رفته پیش پلیس و بر علیه من حرف زده. اون افریته قلب منو نشونه گرفته، خاک بر سر تو، این افریته دست پرورده ای توست، تو مقصدی که اون به این درجه از وقاحت رسیده، تو مسبب این هستی که اون مزدور بشه و علیه ما اون دهان کثیفش رو باز کنه و اقداماتی رو بکنه و حالا تو باید بری و بالا بیاری و پروژه بنویسی که چرا اجازه دادی اون ملعون به این درجه از شقاوت و وقاحت برسه.
همونطور که در اول این نامه نوشته بودم، ما که شما رو نمیشناختیم و نمیدونستیم که چه کسی زن یا شوهر چه کسی است. زمانی که خود من از اون فرقه بیرون آمدم و در جریان افشاگری های شما قرار گرفتم، متوجه شدم که آقای محمد حسن بهشتی، همسر سابق شما، یکی از سرسپردگان فرقه رجویه. و اینو شما بدونید که در همان زمان سوال همگی این بود که این خانم کی هست و چیکار کرده که مسعود رجوی رو اینطور وحشی کرده. خانم معینی، هر جا که هستید موفق باشید و از اینکه از اون سیستم رجوی نجات یافتید و تشکیل خانواده دادید به شما تبریک میگم، چون که رجوی ضد خانواده است. آخه آقای صبح، وقاحتم حد داره، وقاحت حد داره. واقعا دوست ندارم کلمه رو به کار ببرم، من مثل اونا نیستم، ولی مسعود رجوی این دوز ناموس، این جنایتکار، یادش رفته که من و آقای بهشتی فقط 4 ماه زیر یه سقف بودیم، اونم سال 65 تا 66، آبان تا فروردین 66 زیر یه سقف بودیم، دیگه ما سقفی نداشتیم. اگر آخه چرا ما آقای بهشتی باید بره پروژه بنویسه؟ من دست پرورده خودت بودم مسعود، من نور چشمی مریمت بودم. آخه اون چرا باید، چرا هرچی اشتباه افرادت باید برن بالا بیارن، چرا خودت بالا نمیاری؟ مگه تو نگفتی اینا استفراغ خوش شدن؟ پس چرا تو استفراغای خوش شده اونا رو برداشتی خوردی؟ واقعا، یعنی واقعا اصلا عملیات فروغ جاویدان خودش میدونست اشتباه بزرگه، ولی با این حال رفت داخلش. طلاق‌ها میدونست اشتباهه، باز این کار کرد. خیانتی که مسعود رجوی به خود همین نیروهاش که دیکتاتورها نکرده بودن. بابا کی مزدوره؟ واقعا به راستی مزدور کیه؟ اون موقعی که آقای رجوی و ابریشمچی و غیره ها میرفتن دوم تکون میدادن، اطلاعات مرزی رو میفروختن و میلیون میلیون پول میگرفتن، مزدوری کجا بود؟ اون موقع الانم که خب داریم میبینیم دیگه، یعنی دست به یکی کردن تا برای نمیدونم جنگ و چه میدونم این چیزا. واقعا به حق باید از آقای مصداقی تشکر کرد به خاطر اون گزارش 92. میتونیم شجاعت و صداقتش رو بکار برای برجسته کردن و دعوت به پاسخگویی رهبری برای فجایعی که اتفاق افتاده در سالهای قبل و ستود، یا و اینکه باید و اومده گفته که آقا صاحبان فکر باید بگیم که مسئول اول همه اینا خود مسعود رجوی بوده، همه این اتفاقایی که افتاده، این همه صدمه‌ای که ایران دید، مردم ایران دیدن، واقعا باید بیاد پاسخ بده. یعنی چی؟ حالا ما شدیم مزدور؟ اون موقع که خیانتش بود، اون موقع که جنایتش بود، کلاهبرداریاش، دزدیاش، همه اینا مشروع بود و گفته های ما نامشروع و ما تو صف مزدوران قرار گرفتیم. همیشه خدا هدف، وقتی که میان آدم ها رو به دروغ اونجا وارد میکنن، اولم میان سمزدائی، به قول معروف میان سمزدائی میکنن، میان عواطف آدم ها رو میگیرن ازشون، اون موقع مزدوری نیست. اون موقع که میان بچه هاشون ازشون جدا میکنن مزدوری نیست، هدف والاست. هدف والا کجاست؟ نمیدونم. 2700 نفر باید کشته بشن که مبادا یک نفرشون بیاد بیرون بگه که آقا اینا چه بلایی سر ما آوردن. یادمه یه روز مریم رجوی توی نشستی که تو قرارگاه اشرف داشتیم،
آمد و با قیافه حق به جانب شروع کرد حرف زدن و طلبکاری. ببین طلبکار بودن همیشه از همه. برگشت گفت چتونه نون و نمک رهبری رو میخورید، لباس اونو میپوشید، شکر ولی نعمتتون رو به جا نمیارید؟ آخه مگه ماها لخت بودیم که تو بخوای به ما نون بدی؟ چطور میشه همه این آدماتون، همه اینا که سرسپرده شما بودن، میان بیرون؟ همینا که میگید گوهران، به مردان میگفتن گوهران بیبدی، به زنا میگفتن نور چشمی های مریم، چطور همین گوهران بیبدی و نور چشمی های مریم یک دفعه در صف مزدوری قرار میگیرن؟ آخه این چه رهبری، آخه این چه سازمانیه؟ این همه سال داره مبارزه میکنه، یا داره مبارزه میکنه یا داره مزدور پروری میکنه. این وسط همه یعنی به قول معروف چی میگن، همه رو به کیش خود، کافر همه رو به کیش خود خواند. اینم همونه، مریم رجبی هم همینطوره. این همه این وسط 30 میلیون 40 میلیون دلار خرج کرد برای یه ویپن پاریس، ولی تلاش نمیکنه 2700 نفر بیان بیرون. این کدوم حقوق بشریه؟ برای کی داره تو سرش میزنه؟ کاری که اینا کردن، خواهر رو در مقابل برادر قرار دادن، زن رو، همسر رو ضد همسر، پدر فرزندان رو بر علیه پدر مادر رو شروع دادن. کاری که همین الان هم ما میبینیم که این گروه های تروریستی دارن انجام میدن. کاری که اینا کردن همین بود. یعنی ما الان ببینیم، یادمون نباید بره مسعود دلیلی با اون سابقه ای که داشت، با اون سابقه ای که به درستی آقای مصداقی قشنگ اینو باز کرد، این با اون پرونده که توی رژیم ایران داره، نور چشمی مسعوده، از همه چیه مسعود خبر داره، از جیک و پیک مسعود خبر داره، میاد یه دفعه مثلا میشه مزدور این وسط، بعد میره ایران، بعد یه دفعه صورتش اونجوری میسوزه. آخه یعنی ببینید، من از مسعود دلیلی بیشتر نبودم، کمترم، ولی اینا میگن اگه همین الان مهدی ابریشم چه بیاد بیرون، همین الان سابقه 45 ساله اونم میره زیر علامت سوال. بسیار ممنونم خانم معینی، ما به پایان رسیدیم و صحبت‌های شما و دوستان بسیار جالبه. آدم میتونه ساعت‌ها بشینه و گوش کنه و این دردی هست که از دل شما برمیاد و لاجرم بر دل می نشینه. امیدوارم روزهای بهتری در انتظار شماها باشه و اون ماجرایی رو که گفتید که سازمانی چگونه همسر رو در مقابل همسر، فرزند رو در مقابل پدر مادر و دوست رو در مقابل دوست نگه می داره، نمیدونم، امیدوار باشیم شاید یکی پیدا بشه نصیحتی بکنه و اونها نصیحت اون رو به صورت دوست قبول کنن. بازم از شما ممنونم که مهمان برنامه بودید و امیدوارم در برنامه‌های آینده هم شما رو داشته باشید. قربان شما، آخر هفته خوبی رو داشته باشید، به امید دیدار. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، با خانم زهرا معینی بودیم و در قسمت اول هم با خانم بتول سلطانی، هر دو از آلمان، فعالین حقوق بشر از انجمن زنان ایران هستند. ویدیوهایی رو دارن، نوشته هایی رو دارن و میتونید روی فیسبوک، روی وبسایت کانون آوا و از بایگانی تلویزیون مردم این ویدیوها رو ببینید و سوالات خودتون رو، نظرات خودتون رو با این دوستان مطرح کنید، در میون بذارید و امیدوار باشیم که این صحبت ها و این ماجراها به اصطلاح بیشتر باز کنه جریاناتی رو که اتفاق افتاد، تا ببینیم که چرا امروز این شرایط رو داریم. همیشه گفتن که گذشته چراغ راه آینده است، از این چراغ به خوبی استفاده کنیم تا بتونیم فردایی بهتر و روشنتر داشته باشیم. با امید روزهای بهتر برنامه ها رو پی میگیریم. مرسی.